بسیار زیاد محبوبیت داره در سطح دنیا و همچنان ایره باید بگویم که حرکات پا بیشتر یا بسیار زیاد دارای قدرت نسبت به حرکات یا ضربات دست می باشه و میتونه که اهداف دوره و بسیار آسانی مورد هدف قرار بده و امروز هم و امروزه هم تکواندو بسیار زیاد مشهور که است یا بسیار زیاد مورد علاقه مردم که است از خاطر حرکات مقبول پایش. بله خب وسط یک سوالی که کاملا یک سوال است که چون ما هم زلابالاشون پرسان کردم ما همشون دیدم وسط خود منی تکواندو چی مانو میتونم وسط خیلی کلمه زیبا هست تکواندو. تکواندو از سه حرف کوریایی تشکیل شده که تی با معنای پریدن، ضربه زدن، شکستاندن توسط پا و کوان با معنای ضربه زدن، شکستاندن، دفاع کردن توسط دست می باشه. دو با معنای طریقه و یا فلسفه تکواندو رو میگه که تکواندو داره یک فلسفه بسیار مقبول است، داره یک فلسفه بسیار زیباست و در کل گفته میتونم که تکواندو با هنر رزمی اطلاق میشه که انسان بدون هر نوع سلاحی بتونه از خود دفاع و نگهداری کنه و تکواندو دارای 3200 تکنیک میباشه که 1200 تکنیک توسط دستا کار میشه و 2000 تکنیک از او توسط پا. بله خب دوست عزیز امیدوارم که همچنان که استاد گفته باشه با چی زیبایی تمامشم تعریف کرد و همچنان تکواندو رو گفت که چی معنی داره و که گفتم که از کلمه فکر کنم استاد کوریایی گرفته شده. بله. خب دوست عزیز چون ما آگاهی نداریم همچنان بعد دوستا همچنان بیندای ما که آگاهی داشته باشه خب از استاد پرسان میکنیم که بشه استاد معلومات درباره فدراسیون جهانی تکواندو به خصوص رشته ITF چگونه هست، سطحش چگونه هست، چطور استاد مسابقات همانگیشون پیش میره و چی فعالیتایی در مجموع دارن استاد وقت دیگه آخر حضور جوانان در رشته خیلی چی شده نه تنها در افغانستان در تمام مناطق بخصوص کشورهای آسیایی و همچنان فعالیتش داره خوب پیش میره خب استاد چطور هست همین فدراسیون جوانی تکواندوی ITF در بخصوص در تمام سطح جهان؟ بله پیش از اینکه ما درباره فدراسیون بین المللی تکواندو صحبت داشته باشیم این بسیار لازم و ضروری است که درباره بنیانگذار تکواندو صحبت داشته باشیم. یعنی ما تاریخ تکواندو را بدون یادآوری از پدر تکواندو و بنیانگذار تکواندو نمیتونیم که شروع کنیم. قسمه که پیشتر هم در خلال صحبتهای خود من گفتم که 1300 سال پیش هنر در کوریا بوده به نام تیکیون. خب جنرال چوی کسی بود، جنرال چهار ستاره کوریا که بعد از سالها تحقیق و جستجو درباره از اینکه یک هنر والاتر و بهتر را به جهانیان و به کوریا عرضه کنه اونا بیش از تقریبا 9 سال 10 سال اونا تحقیق کردن و در سال 1990 در سال 1955 تکواندو را نامگذاری کردن. یعنی در کل در سطح دنیا امروز تکواندو یا ITF و WTF هر دو تکواندو مدیون عزیزی باید باشن که شخص که به نام جنرال چویونگی جنرال چهار ستاره کوریا بودن و مؤسس قوای نظامی کوریا بودن این شخصیت بود که تکواندو را نامگذاری کرد و از همون خاطر به نام پدر تکواندو در سطح دنیا یاد میشن و بعدن جنرال چوی در سال 1966 فدراسیون تکواندو یا ITF با همکاری نو انجمنهای تکواندو مثل کشورهای مالیزیا، سنگاپور، ویتنام، کوریای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، آلمان غرب کشورهای بودند که خود کلی از اینا تربیت تکواندویی را از جنرال چوی گرفته بود و در کشورهای خود اونا انجمنا داشتن انجمنای تکواندو را. با کمک و همکاری امو انجمنای دنیا فدراسیون تکواندوی ITF بنیان گذاشت و در سال 1972 بود
که مخالفت هایی که جنرال چویونگی با جنرال پارک رئیس جمهور کره جنوبی بود در اون زمان، اختلافات که پیدا کرد، اونا از سیول کره به حساب پرواز کردن رفتن در تورنتوی کانادا و مرکز تکونده آیتفه از سیول کره انتقال دادن به تورنتوی کانادا و بعدن زمانی که تکواندو آیتف بسیار خوب رشد کرد، گسترش یافت در کانادا، در سال 1985 بود که هیئت رهبری فدراسیون تکواندو آیتف فدراسیون مقرش از تورنتو انتقال دادن در اتریش در ویانا، به خاطر ازی که تکواندو بتانه بهترتر و خوبتر گسترش پیدا کنه در بین کشورهای اروپایی و در بین کشورهای آسیایی و جهان سوم، مقر تکواندو از تورنتو آورده شد به ویانا در اتریش. و در سال 2002 بود که جنرال چوی به اثر سرطان معده درگذشت، وفات نمودند. لیکن قبل از اینکه وفات کنه، هیئت رهبری فدراسیون تکواندو در پیونگیانگ، جنرال چوی خواست. جنرال چوی قسمی که من قبلا گفتم در تورنتوی کانادا زندگی میکرد و به خاطر از اینکه در زمانی که فوت میکنه باید جسد از او در کشور خودش در کوریا باید به خاک سپرده شود، از تورنتوی کانادا آمده بودند و پیونگیانگ در زمانی که اونا قبل از اینکه وفات نمایند، تقریبا 10 روز پیش یا 15 روز پیش، بازار اونجا هیئت رهبری فدراسیون خواستن و در اونجا جلسه دایر کردن و در اونجا آخرین وصیت خود گفتن و این وصیت داشتن که بعد از مرگ ما پروفسور دکتر چانگونگ باعث رئیس فدراسیون تکواندو آیتف جانشین ما میشه. همون بود که اونا به حیث رئیس در 22 سپتامبر به حیث رئیس دومین رئیس فدراسیون تکواندو آیتف تا به امروز اونا ایفای وظیفه میکنند. و این یک معلومات مختصر درباره خود جنرال چوی بود و در باره تکواندو فدراسیون تکواندو آیتف. و یک چیز دیگر یادآور شوم که فدراسیون تکواندو آیتف بدبختانه بعد از مرگ بنیانگذار و پدر تکواندو با قسم که ما پیشتر یادآوری کردم که جنرال چوی بعد از مرگ ما گفت جانشین ما پروفسور دکتر چانگونگ، کسی که یکی از اعضای عالی رتبه، یکی از 6 نفر اعضای عالی رتبه المپیک جهانی است که او را با جانشینی خود به خاطر وسعت و گسترش و به خاطر بهتر ترقی کردن تکواندو جانشین ساخته بودند. اما متاسفانه بعد از اینکه اونا وفات نمودند، بعض کسایی بود که با مو گفته های جنرال چوی که پدر تکواندو بود و پدر تکواندو کارهای دنیا ما گفته میتانیم، با مو گپای از اونا اعتنا نکردن، یعنی احترام نگذاشتن. و بعد از اینکه اونا وفات نمودند، دو فدراسیون دیگه از فدراسیون اصلی انشاب نمود و گفتم میتونم که در سطح دنیا 3 فدراسیون تکواندو آیتف وجود داره که فدراسیون اصلی که ما مربوطشان هستیم که پروفسور دکتر چانگونگ در رأس از او است، 132 کشور عضویت داره. در فدراسیون دیگه که انشابی است یا انشاب شده است، یک فدراسیونش تقریبا 82 کشور عضو داره و دیگهش در حدود 50-60 کشور عضو داره. در مجموع فعلا 3 فدراسیون تکواندو آیتف در سطح دنیا فعال دارن. بله، خب امیدوارم دوست عزیز با معلوماتون افزوده باشه. و خب استاد، برمیگردیم از امریکا و ویانا و همچنین از کوریا سر افغانستان. خب استاد، وضعیت فدراسیون آیتیف در افغانستان چگونه هست؟ در چوکات کمیته ملی المپیک افغانستان، فدراسیون تکواندو آیتیف ثبت رجستر است. اما برای فعلا
امیال فدراسیون تکواندو ITF در حالت تعلیق است و خود محترم دگر جنرال محمد ظاهر اکبر باعث سرپرست این فدراسیون می باشند و فعلا فدراسیون تکواندو ITF در حالت تعلیق می باشند. بله. خب دوست عزیز، سنا را آماده کردیم از انجمن ملی تکواندو ITF که